خلیفۃ الله به معنای این است که متخلق به صفات الهی و اخلاق الهی شویم، مکارم اخلاقی پیدا بکنیم، صفات و رذایل شیطانی را که از خود دور کردیم ما میشیم خلیفۃ الله. در غیر اون صورت اگر صفات شیطانی و رذایل اخلاقی در ما بود، ما نمیتوانیم خود را متخلق، ما بگیم ما خلیفۃ اللهی هستیم. خلیفه پیامبر باید علی باشد که صفات علی را داراست، نه کسانی دیگر. فلهذا خلیفه مثل کسی که اون را به جایش انتخاب کرده صفات دارا باشد. ما نمیگیم خدا شویم، صفات خدایی پیدا بکنیم. و به چه معنا؟ یعنی صفات را که خدا برای ما پسندیده است مهربان با هم دیگر باشیم. قرآن چی میگه برادر؟ و قول للناس حسنا، نه تنها با مؤمنین و برادرت، با همه انسان ها و مردم روی زمین تو باید با کلام خوب حرف بزنیم. آقا گفتیم اگر قرآن را به خدا مطالعه میکردیم همین یک آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم لو سلوهی زندگی قرار میدادیم، دیگر ذلت و خاری در زندگی ما مردم وجود نداشت. امروز پس در مردم بیگانه نبودیم، در اینجا باید در کشور خود آقا بودیم، در همونجا دیگران می آمدن. متاسفانه به قرآن عمل نکردیم. اگرچه مسئله هجرت چیزی دیگری است، ولی اینجا هجرت به اون معنا اکثریت نیست. یه عده ممکن است مشکلات داشته باشه، ولی بقیه دیدن فلانی رفته، به حساب این که فلانی رفت من برم، آمدن و اینجا بالاخره خدا کنه دینمون از دستمون نرود، دنیای دروزه رد شدنی است. اینجا که از در و دیوار گناه میبارد، آزادی به معنای واقعی که نیست، آزادی به نام آزادی است. پس آقا پسر 16 ساله و 18 ساله شد، دختر خانم دیگه کسی نمیتونه جلوش بگیره، ولی اگر دین داشته باشد، فقط دین جلو این خانم و این دختر و این پسر رو میگیرد، پدر و مادر دیگه اعتبار و ارزشی ندارد، دیگر صلاحیت ندارد. قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، ای مردم مؤمن خود را و اولاد و خانوادتون از آتش جهنم نگاه دارید، که آتش گیره آن هیزمان چیست؟ مردم و سنگ هاست. بناهن مسئولیت خطیری در این کشور داریم، در هر سرزمینی هستیم مسئولیت داریم، ولی در کشورهای غیر اسلامی که از در و دیوار گناه میبارد، پدر و مادر تسلط آنچنانی ندارند، محیط تأثیر میگذارد بر فرزند، بنابراین مسئولیت ما سنگین میشود. صراحتا اعلام میکنم بنده با آمدنم، با فرزند آوردن فرزندانم، شدیداً متعجبم و شدیداً متأثرم و پشیمان شدم. میبینم برادر و خواهر، فکر نکن دنیا همین است، بالاخره مردن داریم. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، در هر جا باشید. صدام حسین شاید مدت 30 سال ظلم کرد، ولی امروز چی شد؟ پیروی از یزید کرد، بالاخره سقوط کرد، به دست همون اربابانش که تحریک کرد که باید چور و چپاول بکند و میلیون ها انسان به شهادت برساند، و بسیار ذلت و خاری از دنیا رفت. این نتیجه درس دنیاست. عمر سعد، گفتم اون شب عمر سعد چه کرد؟ عمر سعد میدانست حسین ابن علی کیست، میدانست حسین فرزند زهراست، میدانست امام برحق است. عبید الله زیاد میگه اول شهر ری رو به تو میدم به شرط این که بری کار امام حسین یک طرفه کنی. گفتم یک شب مولد بده، یک شب مولد بین بهشت و جهنم داشت تو حیات خانش قدم میزد، صحبت میکرد خدا چه کار بکنم، بهشت جهنم، بهشت جهنم. بالاخره چه گفت؟ سلی نق به هزلوایی رسیه، من برای همین دنیا رو میگیرم بعد توبه میکنم. کارای امام حسین نصیحت کرد، عمر سعد نکن. گفت من شهر رای حکمرانی شهر رای رو میگیرم. امام گفت امیدوارم که به شهر رای نرسی، از گندم رای نخوری. گفت اشکال نداره، گندمش نمیخورم، از جویش و امثال دیگه غلات دیگر میخورم. میدونی چی شد سرنوشتش؟ بلدین دیگه. در امون ایامی که امام حسین خیمه زده بود در سرای کربلا، عمر سعد میخواست با یک تور قضای حسین رو بخوابانه، دستش آلوده به خون حسین نشه. چند بار جلسه خصوصی ترتیب داده بود، جاسوسان خبر دادن به عبید الله زیاد که عمر سعد صحبتهای خصوصی با حسین داره. زمانی که مطلب کربلا تمام شد، قضیه کربلا رفت به افتخار، اولین تیرم که پرتاب کرد امین عمر سعد کرد، رفت پیش عبید الله زیاد که نامه و به اصطلاح سند شرعی رو بگیره. ببین حدیث امام حسین اینجا صدق پیدا میکند.
کسی که کار را از رای گناه بخواد انجام بده پیش از اینی که با مقصد برسه نابود میشه. من حاول امرا الی معصیت الله مقیش از یادم رفته. منظورش این است. بعد گفت که من شنیدم که تو با امام حسین صحبت داشتی جلسات خصوصی. چه گفتی؟ من نفرستادم تو با حسین جلسه خصوصی داشته باشی، تو باید کار حسین یک سره میکردی. گفت نه، من کاری نداشتم، من صحبت هایی داشتم میخواستم یک کاری. گفت نه، بزن گردن این آدمو. همون جا گردن عمر سعد و زدن، نه شهر رای شد، نه گندم و نه جو. این است برادر و خواهر عزیز، فلسفه عاشورا این است که ما باید مطیع فرمان خدا باشیم. این جوانی میگذرد، خیلی زود میگذرد. یک موقعی میشه که خدای نخواسته بیدار شویم که کار از کار گذشته است. یک لحظه رفتم که خار از پاکشم، محمل نهان شد از نظر، یک لحظه غافل گشتم و صد ساله را هم دوش. در زندگی انسان یک موقع به اصطلاح اقبال می آید، همون اقبال و انسان فرصتها و غنیمتها را اگر دریافت نکند صد سال عقب می ماند که قابل جبران نیست. عمر سعد اگر مثل هر آزادگی می داشت، آزادی معنوی، تمام درد بشر امروزی از این است که امروز آزادی معنوی ندارن. آزادی پوچ و تو خالی به نام این که دختر و پسر و زنان آزاد باشن و مایه تبلیغات شومشان قرار بگیرن، برای فروش مبل تلویزیون زنان رو لخت کنن، لباسهای خشن به دوزهای ضد اخلاقی به جانشون بدن برای تبلیغ. همین است اسلام آمد به زن شخصیت داد، وقار داد، هیبت داد، عظمت داد. خواهر عزیز، ایزن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. قرآن دستور داده، این قانون دستور آخوند روحانی شیخ و ملا نیست، این دستور قرآن خداست. اگر خدا را قبول داری یک تار موی تو نامحرم نبیند. من در شبهای گذشته گفتم خواهران عزیز، در لباس زن دو چیز شرط است. فقهای عظام میگن در لباس زنان دو چیز شرط است. یکی زن لباس، هر لباسی که میپوشه فرق نمیکنه، ابریشم خالص هم باشه برای زن اشکال نداره. یکی که بدن نما نباشد بدنش معلوم نشه، یکی لباسش خیلی تنگ نباشد که برجستگی های بدنش معلوم نباشد، لباس یک مقدار گشاد و فراخ باشد. حالا ما تبعیت از اینجا نکنیم، خدای نخواسته روی خیابان دختر مسلمانش پیروی زهرا در این مجلس آمده از زهرا یدهر بیاموزد. حالا این داستان نمیدانم چه دوری است. یک روز پیرمرد کور نزد رسول الله آمد، فاطمه زهرا نشسته بود. فاطمه زهرا بیرون شد از در، رسول اکرم گفت که زهرا جان بیچین، مرد کور است. گفت مرد که کور است، من که کور نیستم، من نمیخوام ببینم اینجا با تو صحبت میکنه. این درس زهرا برای ما. مسئله عادی نیست. فکر کنیم حسین ابن علی برای همین قیام کرد که یزید ابن معاویه اون انسان جانی و قاتل دین اسلام را بخواست از درون بپوساند و نابود کند. حسین گفت باید قیام بکنم. معروف شد منکر، معروف و معروف منکر، منکر معروف. فلحاظ امام حسین اسلام برای این قیام کرد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر حیات معنوی، اگر زندگانی به معنای واقعی بخوایم خواهر و برادر، این است که این قرآن ما باید عمل به این قرآن کنیم. قرآن بدون اهل بیتم دوشب گفتم به درد نمیخورد. این تارکون فیکم السقلین و سقلین فرق نمیکند. کتاب الله و اطرت اهل بیتی. قرآن که از اهل بیت جدا شود و جدا اهل بیتی که از قرآن جدا باشد هیچ کدام به درد نمیخورند. قرآن و اهل بیت ادل هم دیگرند. اتفاقا در صحیح مسلم هم داریم که من دارم، برادران سنت سه بار ذکر میکند اذکرکم اهل بیتی، اذکرکم اهل بیتی، اهل بیتی، سه بار. یک بار قرآن توصیه میکند، سه بار قرآن اهل بیت میگه. اهمیت اهل بیت در این است، مفسر قرآن، شارع قرآن، بیان کننده قرآن، احکام قرآن که بیان میکند بعد از پیامبر اهل بیت علیه الصلاه و السلام. بعد از اهل بیت کیست؟ امین علماء بزرگوار، العلماء ورثه الانبیاء. حالا بعضی میگن مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، بعض علماء میگن سند ضعیفه، ولی من نمیدانم، علم رجال نخواندم، من ملا آخون نیستم.